میخوام یه چیزی بگم که تا حالا نگفتم و بابتش هزینش هم پرداخت میکنم. یه روزی عکس لخت یکی از بازیگران ایرانی از اون بر دنیا منتشر شد. اونهایی که با این عکس چشماشو ندیدن، بدن برهنشو دیدن، این آدمای کثیفی هستن. تویی که میگی وای این لخت شده به خود، تو معلومه اندوه چهره اون بازیگر رو ندیدی تو اون عکس. تو چیزی رو دیدی که دوست داشتی، تو آدم لجنی هستی. این همه هنرمند داخل ایران شیعه هست، سنی هست، بیاد خارج از کشور شلوارش کلا بکشه پایین، فکر می‌کنی میره هالیوود؟ نه، یک بهایی فقط میره هالیوود به نام گلشیفته برآیم. بعد از اینکه یه سال جا فشار آوردن خانم گلشیفته گفت بعد من بهاییم قرة‌العین، طاهره قرة‌العین امام من است. که از زمان طاهره قرة‌العین 150 سال پیش که روسریشو در آورد، شاعره فوق‌العاده ایران که کشتنشو انداختن توی چاه، نمیگفت هیچ کی نمیگفت همین رو شروع برمید هیچ خصه نمیگفت هیچ خصه نمیگفت اینه که لحالا باشه در بیان دینشو جیه حکم میکنه زیر چادر بودنه که اونا رو تحریک میکنه. اون نبردگاهی چیزیه که این زیره، همون چیزی که اون سینمای جهان همین کارو کردن. یعنی وقتی گلشیفته اومد بیرون، ثانیه که از اونجا اومد بیرون بهش پول دادن، بهش خزا دادن شلوارش حالا دامنت اینجوری میکنی بیا برو هالیوود. یه بزغاله که تو ایران میشیشن تو صورتش، اینجا شد سردمدار هالیوود. چرا؟ برای اینکه بهاییه. Iran has the something that Iraq doesn't have. Iran has, for example, 250,000 satellite dishes. It has internet use. I once said to the heads of the CIA when I was prime minister that if you want to advance regime change in Iran, you don't have to go through the CIA cloak and dagger stuff. What you want to do is take very large, very strong transponders and just beam Melrose Place and Beverly Hills 2050 and all that into Tehran and into Iran, because that is subversive stuff. They watch it, the young kids watch it, the young people, they want to have the same nice clothes at the same houses and swimming pools and so on. And that is something that is available in forces, internal forces of dissension that are available in Iran, which is paradoxically probably the most